салому дуруд бинандагони гиромӣ имрӯз 17 апрели соли 2024 аст ва ман дар студия бо шумо ҳастам фирӯзи ҳаит ин ак хабарҳои муҳимро пайгирӣ хоҳем кард бо мо бимонед боздошти боз як тоҷик дар русия тахриби масҷид дар москав hman rits wath иттиҳоди аврупо ва туркия набояд дигарандешонро ба тоҷикистон баргардонанд در شهر تویری روسیه یک گمانبر دیگر در روبیته به حمله تروریستی در کراکوس سیتی هالی کراسنگارس بازداشت شد. رسانه های روسی از این نفر اشوروف نام می برند و گفته می شود او شهروندی روسیه و تاجیکستان را دارد. به ایدای تفتشاد اشوروف برادران دیلاور و امینجان اسلام و فارا در منزل خود جعلی سبتی نام کرده است و در خبری دادگاه نیز گفت می شود که او به گناه خود کاملا اقرار شده است. گفتم ایشاد پایبندانی اشوروف در تاجیکستان زندگی میکردند و به همین خاطر تفتیشات از دادگاه خواسته است که بدلیل فرار نکردن نسبتی او چاره پیشگیری کننده در شکل حبس صادر شود و دادگاه او را برای دو ماه به حبسی پیشکی محکم کرده است. دیلاور و امین جان اسلاموف ها همراه پدرشان اسرائیل اسلاموی 62 ساله دادگاه ناحیه بسمنی شهر مسکو شام 25 مارس سال جاری با اتهام کمک به تروریسم تا 22 می سال جاری به حبسی پشکی محکوم کرده بود بنا به ادعای مقامات روس برادران را به این گروه جنایی فریدون شمسدین جلب کرده است و دیلاور اسلاموف آخرین صاحب ملک ماشینه بوده است که در حمله به تالار کنسرتی استفاده شده است اما دیلاور اسلاموف در مصاحبه با نشریه نوای گازت اروپا گفته است یک هفته پیش از حادثه خونین در کراکو هال ماشینش رو به برادر زنش فروخته بوده است و از دیدن ماشین در ها در حیرت مانده است پس از این به گفته نزدیکانش خود دیلاور همراه برادرش به شعبه پلیس رفته بیانات داد اما بعداً بازداشت شدند اسلاموفا گفتند گناه ندارند و عیبنامه مقامات روس بخصوص کمیته تفتیشات این کشور را که به با بازداشت و زندانی کردن آنها پافشاری نمود رد کرده از بالای حکم دادگاه شکایت بردند اما دادگاه شکایت این سه نفر را رد کرده است یادار دار میشیم که شام جمعه 22 مارس سال جاری به بنای کروکوس سیتی هال شهر کراسنگورسکی کناری مسکو حمله صورت گرفته مهاجمان سوی مردم از اوتوماتها ترک شدند ва пас аз чанде толори консертӣ оташ гирифт бино ба иттилои расмӣ дар натиҷаи тирпарронӣ ва сар задани оташ чсе нафар аз ҷумла се кӯдак ба ҳалокат расида д нафари дигар ҷароҳат бардоштанд мақомоти русия дар пайиҳодиса чандин нафарро боздошт кард ки аксари онҳо зодагони тоҷикистон мебошанд در حال حاضر وضعی مهاجران در روسیه و بعض کشورهایی که شهروندان تاجیکستان در آن جایها کار و زندگی میکنند ناگووار شده حتی بدون دلیل اخراج شده ایستادند مقامات داخلداری روسیه در شهر ترویتسکی ولایت مسکو مسجد ابوبکر را پورا تخریب کردند گفته می این مسجد روز سه‌شنبه 16 اپریل در پی اعتراض مردم محل تخریب شده است ба иттилои пойгоҳи ислам нюз баҳси тахриби масҷид байни фаъолони миллатгаро ва ҷамъиати мусалмонони троиск се сол боз идома дошт ва инак бо тахриби масҷид баҳси онҳо низ хотима ёфт сокинони троиск се сол боз ба муқобили масҷид мубориза мебурданд ба маъмурияти шаҳр владимир дудочкин ва раиси кумитаи тафтишот александр бастрикин сокинони шикоятҳои зиёде навиштанд در نتیجه با فرمان رئیس کمیته تفتیشات الکساندر این ساختمان غیرقانونی اعلان و با بسته به این قضیه پرونده جنایی باز شد گفته میشه ساکنان ادعا کردند که پس از افتتاح مسجد در این منطقه میزان جنایتکاری افزایش یافته والدین از بیرون برآوردن فرزندان خود میترسند و به سبب جمع شدن ماشینهای نمازخوانان بخصوص روزهای جمعه راهبندی به وجود امام این مسجد در صحبت بر رسانه ها گفته که در این گرد و اطراف مردمی مسلمان زیاد زندگی میکنند که اکثر آنها مردم قفقاز و زادگان خود روسیه هستند امام تاکید کرده که اکنون بعد تخریب این مسجد از همان نزدیکترین مسجدی که مسلمانان باید رفته عبادت هایشان را انجام دهند با ماشین یک ساعت و 20 دقیقه است این در حالی که قبلا مفتی مسکو ایلدار علیاودینوف اظهار امیدواری کرده بود که مسجد بنیاد کرده مسلمانان در ترویسکو تخریب نخواهد شد زیرا به گفته او در این منطقه مساجد نمازگاه ها و مرکز های فرهنگی و معرفتی وجود ندارد و بودن این مسجد را ضرور خوانده بود ҳамзамон муовини раиси шӯрои муфтиҳои русия муфтии вилояти москав рушан аббасов низ дар бораи камбуди шадиди масоҷид дар пойтахти русия дар соли 2021 изҳори назари нигаронӣ карда буд ба гуфтаи аббасов масҷидҳо дар москав ҳатто барои мусалмонони таҳҷоӣ ба ғайр аз муҳоҷирон кофӣ нестанд аксарияти мусалмонони москав ҳатто наметавонанд дар намози ҷумъа ва намозҳои ид ширкат кунанд зеро ба гуфтаи ӯ дар пойтахти русия шаҳри москав ки 1се миллион аҳолӣ дорад ҳамагӣ чор масҷиди ҷомеаи бузург вуҷуд дорад ки ин миқдор барои тақрибан то се миллион мусалмон басанда нест созмони дидбони ҳуқуқи башар рӯзи шоду апрел бо нашри баёнияе аз боздошту истирдоди фаъолону мухолифони тоҷик аз кишварҳои иттиҳодияи аврупо ва туркия изҳори нигаронӣ кардааст این سازمان گفته است که حکومت تاجیکستان تا ده سالی اخیر تلاش دارد مخالفانش را به کشور برگرداند و کشورهایی که به قبول پناهندگان سیاسی مشغولند نباید فعالان تاجیک را به کشورشان که آنها را در آنجا شکنجه و حبس طولانی تهدید میکند اخراج کنند سینت سلطان علی و پژوهشگر دیدبان حقوق بشر در این بیانیه از مقامات تاجیکستان خواسته است که شکار ده ساله خود را در خارج کشور بخصوص بالای آنهایی که با گروه 24 و دیگر گروه های مخالف ارتباط دارند خاتیم بخشد. ایتیاد اروپا و ترکیه باید فعالان مخالفین را حمایت کنند و از برگرداندن آنها به تاجیکستان کشوری که با سرکوب های فرامیلی معروف است و در آنجا آنها را شکنجه تهدید میکند خودداری کنند همزمان این سازمان از بازداشت سلیمان دولت فعالیت سیاسی و عضو پیشینی گروه 24 در روزی 5 اپریل در ویلنوس و برای دو ماه به حبس گرفته شدنی او مثال آورده است با ادعای مقامات لیت و این فعالیت تاجیک گویا با افرادگرایان تماس داشته به امنیت ملی کشور خطر داشته است اما خودی سلیمان که همراه اویلش از سال 2015 مقام پناهندگی و را دارد میگوید او یکی از مخالفان حکومت امالی رحمان بوده پشتیبانی عدالت دموکراتیا برابری و تحمل پذیری در توجیکستان است. هومن رایتس بوش از مقامات لیتوا خواسته است که باید همه خطری خطر استرداد دولت و توجیکستان را از بین برند و موافق حقوق مرافعی عادلانه به دولت و وکیل مدافع او دسترسی فوری به همه دلیل‌هایی که برای اثبات بی‌گناهی اش لازم است فراهم آورند. این چنین روزهای 23 فورال و 10 مارس سال جاری узви аршади гурӯҳи бч насимҷон шарифов ва раиси ин ҳаракати сиёсӣ сӯроб зафаров در ترکیه ناپده شدن که تا حال مکانی نگهداری آنها معلوم نیست مقامات تاجیکستان و ترکیه نیز در این باره چیزی نمیگویند اعضای گروه 24 و پیوندانی آنها نگران هستند که شاید آنها را ربوده و به طور غیر قانونی به تاجیکستان برده باشند دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌اش اینچنین از خطر استردادی برادر سابق فعال گروه 24 شبنم خدایداد و خبر داده است گفته می شد دادگاه روزی 19 مرد کامران خدای دادف را معذف کرده است که تا 19 اپریل اختیارا لحیستان را ترکند و در اکسی حال به تاجیکستان اخراج می شود. همه رئیس واش می گوید که برگرداندن خدای و به تاجیکستان او را زیر خطر شکنجه یا بدرفتاری قرار می دید و از مقامات لحیستان خواسته است که او داداری های بینرملی حقوقی خود را اجرا کرده خدای دادوف را به تاجیکستان اخراج نکنند این سازمان در بیانیه‌اش گفته است که بجز لیتوا و بلوچستان دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا از قبیل آستریا، آلمان و اسلوواکیا پناهجویان تاجیک را با وجود های معتمد که در زیر خطر شکنجه قرار دارند به تاجیکستان برمیگردانند و تهدید اخراجی آنها را دارند پس از وارد شدن به تاجیکستان اکثر اخراج شدگان از کشورهای عضو اتحادیه اروپا زندانی شدند کنونسیا سازمان ملل متحد ضد شکنجه و کنونسیا اروپا در مورد حقوق بشر اخراج برگرداندن یا استرداد شخص را به دولت دیگر اگر با او خطر شکنجه تهدید کند من میکند و همه کشورهای عضو اتحاد اروپا و همچنین ترکیه هر دو کنونسیا را امضا کردند سینات سلطان و از دیدبان حقوق بشر در آخر این بیانیه گفته است که کشورهای عضو اتحاد اروپا و ترکیه باید مسئولیت های خود را در برای حقوق بشر رعایت کنند از جمله درباره تسلیم آدمانی که برای فعالیت های سیاسی در کشور خود زیر خطر شکنجه و تعقیب هستند این چونین خانم سلطان علیه و از این کشورها خواسته است که حالت های تعقیب فرامیلی را محکوم کنند و هر مگونه سازش نمای همکاری با دولت های را که به تعقیب مخالفان در خارج کشور مشغولند دوباره بررسی کنند ин ҷо расидем ба поёни хабарҳои имрӯза бинандагоняз метавонед шаҳри муфасал ахбори бештарро аз сомона ба шабакаи телеграми аздоtv пайгирӣ ва мутолиа кунед обуна шудан дар шабакаи youtub инстaграм ва тиктоки аздоtvро низ фаромӯш насозед хартодидор худо нигаҳдор